تو این ویدیو با نشانه های کمبود آهن در بدن آشنا میشید از خستگی و رنگ پریدگی تا سردرد و شکم درد و خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید بهبود آهن گرچه در ابتدا مشکلات جزئی به وجود میاره اما میتونه تبدیل به مشکل بزرگتری یعنی کمخونی بشه ما در زندگی روزمره خودمون به دلایل مختلفی ممکنه آهن بدنمون را از دست بدیم بنابراین آگاهی از نحوه پیشگیری از این مشکل و درمان اون اهمیت زیادی داره کم بوده آهن زمانی رخ میده که بدن به اندازه کافی آهن معدنی نداشته باشه. کار این مده تولید هموگلوبینه یعنی پروتئین موجود در گلبول های قرمز خون که این سلول ها رو قادر می اکسیژن رو به سر سر بدن برسونه. علائم مشیه شماره یک خستگی غیر عادی خستگی یکی از شایی ترین نشانه های کمبود آهنه چون بدن آهن کافی برای تولید هموگلوبین در گلبول قرمز خون نداره در حالی که هموگلوبین این سلول ها رو میتونه قادر بسازه به ریه و دیگر نقاط بدن اکسیژن برسونن وقتی بدن کمبود هموگلوبین داشته باشه اکسیژن کمتری به ماهیچه و بافتا میرسونه که نتیجه اون احساس خستگی میشه خستگی در زندگی روزمره ما امری طبیعیه بنابراین ممکنه گاهی تشخیص خستگی طبیعی از خستگی نشی از کمبود آهن دشوار باشه با این حال افرادی که دچار کمبود آهن هستند نشانه های دیگه دارن مثل خستگی پایین بودن انرژی دشواری در تمرکز و بازدهی کم شماره دو رنگ پریدگی چهره چیزی که به پوست ما رنگی صورتی میده هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز خونه. وقتی بدن کمبود آهن داشته باشه و نتونه هموگلوبین کافی برای گلبول های قرمز خون تولید کنه، چهره ما رنگ پریده میشه. فرقی نمیکنه رنگ اصلی پوستتون چی باشه. اگه قرمزی درون لبها، لسه، ناخن‌های دست و پلک کمتر از معمول باشه، احتمالاً علت اون کمبود آهنه. شماره سه تنگی نفس و احساس درد در قفسه سینه تنگی نفس یا احساس درد در قفسه سینه به ویژه حین فعالیت بدنی از نشانه های کمبود آهنه به دلیل کمبود هموگلوبین در گلبول های قرمز خون اکسیژن کمتری در بدن توضیح میشه و بدن سعی میکنه از این طریق کمبود اکسیژن رو جبران کنه و اکسیژن بیشتری برای اندام ها تولید کنه تا بتونه عملکرد درستی داشته باشه در نتیجه دوچار تنگی نفس میشین شماره چهار سرگیجه و سردرد کمبود آهن میتونه باعث سردرد یا میگرن بشه چون به مغز اکسیژن کافی نمیرسه در نتیجه عروق خونی متوره میشه و فشار ناشی از این مسئله منجر به سردرد یا میگرن میشه علاوه بر این کسانی که دچار کمبود آهن هستن ممکنه دچار سرگیجه و احساس گیجی بشن که پیش از بیهوش شدن به وجود میاد وقتی سطح هموگلوبین بدن افت کنه یا دائما پایین باشه بدن از رسیدن اکسیژن معیوس میشه و این نشانه های فیزیکی رو بروز میده علت سرگیجه یا کمبود اکسیژن در مغزه و یا پایین بودن فشار خون که در نتیجه ضعف در اکسیژن رسانی به قلب و عروق خونی به وجود میاد شماره 5 تپش قلب نامنظم بودن ضربان قلب که به تپش قلب هم مشهوره میتونه یکی از نشانه های کمبود ها هم باشه علت این مسئله پایین بودن سطح هموگلوبینه چون قلب مجبور میشه برای رسوندن اکسیژن به نقاط مختلف بدن بیشتر تلاش کنه. این مسئله منجر به نامنظم بودن غیر طبیعی زربان قلب میشه و یا احساس میکنید قلبتون به طور نامنظمی سری میزنه. در مواردی شدید این کمبود میتونه منجر به نرسایی قلبی بشه اما این نشانه ها معمولا دیرتر بروز میکنه. که افرادی که دوچاره کم آهن هستند قبل از سپش قلب علائم دیگه ای رو تجربه می شماره 6 صدم دیدن پوست و مو بدن پوست و مو رو جز اندام های حیاتی نمی دونه. به همین دلیل وقتی بدن دوچاره کم بوده اکسیژن میشه بخش مثل اندام ها و بافت رو در اولویت اکسیژن رسانی قرار میده که وظایف مهمتری دارند. با کمبود آهن پوست و موی خشک و شکننده به وجود میاد علت این مسئله کمبود پروتئینی به نام فریتینه که چون این ماده برای پروسه ذخیره و رساندن تدریجی آهن به تمام نقاط بدن ضروریه وقتی ذخیره آهن در بدن کم بشه ریزش مو به ویژه در زنان یایسه بیشتر میشه شماره هفت متورم و دردناک شدن زبان و دهان با یه نگاه به داخل دهان خود میتونیم سرنخهای زیادی از وضعیت سلامتیمون به دست بیاریم یکی از همین موارد کمبود آهنه برای مثال اگه زبان متورم و ملتهب یا تغییر رنگ داده باشه این مسئله یکی از علائم کمبود آهنه ما در بدن خود پروتئینی به نام میوگلوبین داریم که آهن اکسیژن رو در بافت ماهیچهای زبان ذخیره میکنه پایین بودن سطح میوگلوبین میتونه باعث دردناک متورم و صاف شدن زبان بشه همچنین کمبود آهن میتونه منجر به خوش شدن دهان و ایجاد شکاف های قرمز رنگ و دردناک در گوشه های دهان بشه. شماره 8 شکنندگی ناخون ها این نشانه چندان شایع نیست و در مراحل پیشرفته تاره کم خونی رخ میده. به این بیماری ناخن قاشقی گفته میشه. این بیماری نوعی بیماری ناخونه که در اثر اون ناخون ها به شکل غیر طبیعی نازک میشن و قوس خودشون رو از دست میدن. ممکنه ناخونها تخت و یا تو رفته بشن. در مراحل اولیه ممکنه ناخونها شکننده بشن یا به راحتی بشکنن. این بیماری از میانی ناخون شروع میشه و از اونجا ناخون فرو رفته و لبه های اون مثل یه قاشق گرد میشه. شماره 9 بیقراری پاها کمبود آهن در خون میتونه منجر به افت دوپامین بشه. مادی شیمیایی در مغز که برای اینکه بتونیم حرکت کنیم ضروریه و میتونه باعث به وجود اومدن سندروم پایی بیقرار بشه دوپامین مانند یک پیام رسان میان مغز و سیستم عصبی بدن عمل میکنه تا به مغز کمک کنه حرکت بدن رو تنظیم و هماهنگ کنه اگه سلول های عصبی صدمه ببینن میزان دوپامین در مغز کاهش پیدا میکنه که نتیجه اون گرفتگی های عضلانی و حرکات غیرعادی بدنه در پایان روز سطح دوپامین به طور طبیعی افت میکنه و احتمالا به همین دلیله که در اغلب مواقع نشانه های سندروم پای قرار ابتدای شب و در طول اون شدت میگیره. شماره ده شکم درد و ادرار خونی بیماری همولیز درون عروقی در نتیجه کمبود کم هم به وجود میاد و در اثر اون گلبول های قرمز درون جریان خون تجزیه میشن و آهنی که از اونها خارج شده از طریق ادرار دفع میشه. این بیماری گاهی در کسانی به وجود میاد که بردش های سنگین به ویژه دو انجام میدن و میتونه به عروغ خونی کوچک پا صدمه بزنه. به این حالت مارش هماچوری گفته میشه. یه سری نشانه های سانویه هم داره کم بوده آهن که این نشانه ها چندان شایع نیست. برای مثال حوث های غیر معمول بیماری به نام هرزخاری وجود داره که در اثر اون فرد مبتلا میل عجیبی به خوردن چیزایی داره که ارزش غذایی ندارن این موارد میتونه موارد غیر موزری مثل یخ باشه با این حال بعضی افراد هم به موارد موزری مثل رنگ خوش شده گرد و غبار یا انواع فلزات تمایل پیدا میکنن. این بیماری معمولا موقتیه و امدتان در زنان باردار و کودکان رخ میده. مورد بعدی استرابه استراب نشانه دیگه ایه که میتونه در اثر کمبود آهن به وجود بیاد اما این مشکل فقط در افرادی به وجود میاد که کمخونی مزمن دارن افرادی که دچار کمخونی و کمبود آهن هستند نرخ بروز بیماری های روانی اختلالات مربوط به رشد اونها بیشتره شواهد زیادی وجود داره که نشون میده کمبود آهن باعث بروز این مشکلات میشه و نقش اون فراتر از یه بیماری محتمل هستش مورد بعدی سردی دست و پاه کسایی که از کمخونی رنج میبرن کوچکترین تغییر دمایی جلوی گردش خون در دست و پای اونها رو میگیره در نتیجه دست و پاهاشون دائما سرده در بدن اکسیژن کافی وجود نداره تا به اندامهای اصلی برسه و دست و پاها بدون اکسیژن کافی باقی میمونن و در نتیجه سرد میشن منده بعدی و های مکرره کمبود آهن نه تنها میتونه کار مقاومت در برابر عفونت رو برای بدن دشوارتر کنه بلکه میتونه مقابله با عفونت رو در صورت وقوع سختتر کنه کمخونی در نقص ایمنی ذاتی و ایمنی سلولی رخ میده مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی شب و روزتون خوش و خدایا رو نگهدارتون